آیا فلسفه پیشرفت می کند؟ اگر در فلسفه پیشرفت می بینیم، چرا پرسش های بنیادی فلسفی همان است که از ابتدا بوده؟ و اگر فلسفه پیشرفت نمی کند، فیلسوفان امروزی چه کار می کنند؟ سلام، اگر سقراط را در کلاس فیزیک در دانشگاهی امروزی بگذارید، احتمالاً بر اثر میزان نادانسته‌ها خود را می‌بازد. ولی اگر او را در کلاس فلسفه بگذارید، شاید بهتر از دیگر شاگردان وارد بحث با استاد شود. این مقایسه به ما چه می‌گوید؟ آیا نمی‌توان گفت فلسفه پیشرفت نمی‌کند؟ اگر در فلسفه پیشرفت نمی‌بینیم، پس این همه استاد و دپارتمان و نشریات فلسفی مشغول به چه کارند؟ آیا صرفاً اندیشه‌های آبای فلسفه را به اشکال نو یا نسبتاً نو بیان و تدریس می‌کنند؟ ناگفته پیداست که بسیاری از اهالی فلسفه با رأی موسوم به عدم پیشرفت فلسفه مخالفند. بعضی از آنها لفظ پیشرفت را مناسب و رسا نمی‌دانند و برخی معتقدند به واقع شاهد پیشرفت در فلسفه هستیم. از نظر آنان اگر پرسش‌های اساسی فلسفی مثل معنای زندگی، وجود یا عدم وجود خدا و کم و کیف اراده و اختیار انسانی بی پاسخ قطعی مانده، این ناشی از سرشت فکر فلسفی است. ولی اگر این پرسش‌ها نمایی اجماع بلکه زمینه اختلاف بیشتر بین فیلسوفان شده، یک فرد عامی حق ندارد بگوید ما را با اندیشه‌های اولیه فلسفی بگذارید و به حرفه‌ای دیگر بچسبید. این موضوع را با مهمان‌های این هفته در میان می‌گذاریم. اسفندیار طبری، استاد فلسفه در دانشگاه توبینگن آلمان، پیشرفتی در فلسفه نمی‌بیند، ولی حرفه خود را هم بیهوده نمی‌داند. یاسر میردامادی، پژوهشگر دین و فلسفه و مترجم متون فلسفی، اعتقاد به پیشرفت فلسفه دارد و از بابت دورنمای پیش روی فلسفه خوشبین است. خیلی خوش آمدید. آقای طبری، به ما بگید بر چه اساس فکر می‌کنید نمیشه از پیشرفت در فلسفه حرف زد؟ با عرض سلام، قبل از اینکه به پاسخی به این پرسش برسیم، باید روشن بکنید یا شما هم روشن بکنید که منظورتون از پیشرفت چیه. پیشرفت، من اگه بخوام توضیح بدم، خب به ویژه از قرن 19 میلادی با رشد سرمایه‌داری، مانوفاکتورها به ویژه در اروپا و در انگلستان معنی و مفهوم پیدا کرد. منظور از پیشرفت در اون زمان افزایش تولید، افزایش تخصص مهارت در کار، افزایش سرمایه، افزایش جایگزینی نیروی کار توسط ماشین و دستگاه‌ها و افزایش رشد اقتصادی بوده. خب حالا در این رابطه علم، تکنیک از همون زمان قرن 19 یا قبلش هم نقش مهمی در این رابطه بازی می‌کرد. یعنی علم و تکنیک، علم تجربی که در این زمینه بتونه کمکی بکنه، پیشرفت کرده. یعنی معنی و مفهوم علم در حقیقت یک مفهوم فایده باورانه است که در خدمت در حقیقت یک چنین ایده پیشرفتی باید باشه، و اگه نباشه اصلا پیشرفت نیست، اصلا معنی و مفهومی نداره. یعنی معنی و مفهوم علم در اینه. حالا برگردیم به این پرسش شما. دقیقاً اشکال فکری در این پرسش اینه که شما دقیقاً همچین یک چنین تصوری از پیشرفت رو خواهید وارد فلسفه بکنید. یعنی فکر میکنید این پرسش پیشرفت در فلسفه در واقع از یک ذهنیت علمی میاد؟ دقیقاً. من میخوام بگم یک مقایسه دیگه میخوام به شما بدم. فلسفه رو با علم تجربی مقایسه نکنید، بلکه با هنر مقایسه بکنید. آیا شما این پرسش رو مطرح میکنید که پیشرفت در هنر وجود داره؟ هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که نقاشی من بهتر از نقاشی لئوناردو داوینچیه. هیچ شاعری نمیتونه بگه که شعر من بهتر از فردوسی، پیشرفته تر از حافظ و خیامه. بنابراین ما مسئله پیشرفت در هنر نداریم. البته در هنر هم
ابزار و تکنیک هنری پیشرفت میکنن. مثلا پیانوهایی که الان من درست میشه خب نسبت به زمان موزارت خب خیلی فرق داره از نظر تکنیکی، ولی اصل هنر، اصل این موزیک یا اون نقاشی، ایده نقاشی در اونجا نمیشه اصلا پیشرفت روش گذاشت. اگه پیشرفت رو به اون معنایی که در فهوای کلام من در مقدمه بود بگیریم، یعنی پرسش های فلسفی تغییر نکردن، پرسش های اساسیش حداقل تغییر نکردن و پاسخ به پرسش های اصلی فلسفی هم کماکان قطعیتی درشون نیست و مایه اجماع نشدن. ما در مورد اینکه انسان اراده آزاد داره یا نه خیلی مطمئن‌تر نیستیم از زمان سقراط و افلاطون. باید توجه بکنیم به خصلت این پرسش‌ها، این پرسش‌ها از چه جنسی هستند و باز مقایسه بکنیم با پرسش‌های علوم تجربی. خب این پرسش مثلا در ارتباط با حقیقت زندگی یا در ارتباط با مثلا اراده انسان، خب اینها پرسش‌هایی هستند که یک جواب دقیق تجربی در موردش هم هست، حالا در حال تکامله، ولی فلسفه از یک دیدگاه دیگه نگاه میکنه، از یک دیدگاه کلی. یعنی یه سری مفاهیمی هستن که در حقیقت ربطی به تجربه زندگی ما ندارن. متد فلسفی متد مفهومیه، یعنی تجزیه و تحلیل مفهوم از طریقهای مختلف، یا اینکه از طریق مثلا اینه که شروط لازم و کافی برای یک مفهوم رو پیدا کرد که در چه شرایطی میتونه این مفهوم ممکن باشه. مثلا خب کاری که مثلا فلسفه مثلا کانت کرد، یا اینکه خب ما فیلسوفانی هم داشتیم، مثلا خب همین سقراط که بهش اشاره کردید، سعی میکنه که این مفاهیم رو در زندگی روزمره بتونه پیاده بکنه و از طریق مقایسه با زندگی روزمره بتونه ازش یک شناختی مثلا کسب بکنه. یا مثلا کاری که مثلا ویتگنشتاین کرد، ویتگنشتاین از طریق مثلا زبان محاوره‌ای، از طریق به اصطلاح همون زبان تجربی که مردم استفاده میکنن، میخواد اینو تجزیه و تحلیل بکنه و به اشکالات مفاهیمی فلسفی مثلا برسه. اینا یعنی ابزارهای متفاوت فلسفی هستن که با ابزار علمی کاملا متفاوته. برای همین مسئله پیشرفت اینجا اصلا نمیشه عنوان کرد. آقای میردامادی، شما به رغم این توضیحاتی که آقای طبری دادن، اینکه سرشت فکر فلسفی متفاوته با اونچه که در علم میبینیم، اینکه متد فلسفی متفاوته و ابزارهای فلسفه متفاوته، به رغم اینها معتقد هستید پیشرفت در فلسفه وجود داره با اینکه این تفاوت‌ها رو میپذیرید؟ اگر چنین، پیشرفت یعنی چی؟ منظور شما از پیشرفت در فلسفه چیه؟ اولا منظور از پیشرفت نزدیک شدن به حل مسئله است به معنی عام کلمه. هم در پژوهش‌های علمی ما این رو داریم، یعنی ورسیمیلیتود یا تقرب به صدق یا نزدیکتر شدن به حل مسئله، و هم در پژوهش‌های فلسفی. پس به این معنای کاملا عام کلمه پیشرفت در علم و فلسفه یکی است. بذارید اینجوری بگم، برای پاسخ به این پرسش که ما پیشرفت در فلسفه داریم یا نه، شاید خوبه که اول تعیین مراد کنیم از فلسفه. به تعبیر دیگه یعنی تعریف کنیم اصلا فلسفه چیه. پیشرفت رو معنی کردیم، یعنی نزدیکتر شدن به حل مسئله. فلسفه چیه؟ شاید فلسفه رو بشه اینجوری تعریف کرد و این تعریف به ما کمک کنه برای پاسخ به پرسش پیشرفت یا عدم پیشرفت فلسفه. فلسفه عبارت است از تأمل انتقادی در پرسش‌های بنیادی به نیت کشف حقیقت. قید نیت کشف حقیقت مهمه، برای اینکه کسی ممکنه بگه که ما با پرسش‌های بنیادی کلنجار می‌ریم مثل یک گیم یا بازی، فقط برای اینکه ذهنمون رو قوی کنیم، مثل اینکه جدول حل می‌کنیم. اینطوری نیست فلسفه. ما با پرسش‌های بنیادی کلنجار انتقادی می‌ریم به نیت حل مسئله و کشف حقیقت. تقرب به صدق یا کشف حقیقت گفته میشه این چیزی که کار علمه و در فلسفه شاید اون حقیقتی که ما می‌خوایم وجود نداشته باشه و این تصور کشف حقیقته که باعث میشه ما احساس کنیم که حتما باید پیشرفتی حاصل بشه. اینی که به نحو قطعی چه در علم و چه در فلسفه
از این جهت تفاوتی نیست. ما به کشف حقیقت نمیرسیم، این یه سخنه که سخن قابل دفاعی است، اما اینکه صرفا در علم ما کشف حقیقت داریم و در فلسفه نداریم به نظرم قابل دفاع نیست. البته کم نیستن فیلسوفان بزرگ چنین رأی رو گفتن. آقای دکتر هم به نظر میرسه که الان همین رو گفتن که وقتی فرمودن که به هنر بیشتر نزدیک، در هنر شما بیشتر آفرینش میکنید تا کشف. اما این صرفا یه تلقیه، به نظرم تلقیه قابل دفاع این است که ما هم در فلسفه دست به کشف حقیقت میزنیم، ولو اینکه هیچگاه به حقیقت نرسیم یا صرفا به شکل تصادفی به حقیقت برسیم و در نیابیم که حقیقت چیه، ولی همچنان هدف ما کشف حقیقت. بخاطر همینه که توضیح بدم که پرسشه بنیادی چیه که فیلسوفان به دنبال تعامل انتقادی در اونن کمک میکنه به بله. پاسخ به پرسش شما. برخی از این پرسش‌های بنیادی اینه، به معنای زندگی خود شما در مقدمه اشاره کردین که معنای زندگی چیه؟ آیا خدا وجود داره؟ آیا جهان مستقل از ذهن و زبان وجود داره؟ اگر وجود داره رابطه ذهن و زبان با اون جهان به فرض مستقل از ذهن و زبان چیه؟ چه باید کرد؟ یا بنیان‌های اخلاق چیه؟ اراده آزاد آیا ما داریم یا با ربات فرق داریم؟ در پاسخ شما فکر میکنید میشه به حقیقت رسید؟ پرسش این است که آیا ما پیشرفت میکنیم؟ اون وقت این سوال پیش میاد که این پیشرفت آیا ناظر به کشف حقیقت؟ پاسخ من اینه که بله. ما به حقیقت میرسیم اگر منظور این است که به شکل خطا ناپذیر و قطعی این دو تا غیب به حقیقت میرسیم، پاسخش منفیه، نه نمیرسیم. اما اگر پاسخ این باشه که به شکل خطاپذیر، تجدید نظر پذیر و غیر قطعی به حقیقت نزدیک میشیم، به نظر من پاسخش مثبته. و اگه فرصت باشه مثالی رو آماده کردم که بگم، و اون مثال این است که در نیمه اول قرن بیستم در میان فیلسوفان نظریه‌ای در معنا شکل گرفت به نام نظریه تحقیق پذیری معنا، که این نظریه ناظر به یکی از همین پرسش‌های مهمی بود که در فلسفه از اون سخن میگیم، یعنی پرسش رابطه زبان با واقعیت. نظریه تحقیق پذیری معنا به طور خیلی خلاصه میگفت جمله در صورتی معنادار است به صورت خیلی با تسامح که قابل تحقیق پذیری تجربی باشه. اهمیتش چی بود؟ اهمیت نظریه تحقیق پذیری معنا این بود که خیلی جدی گرفته شد به ویژه در نیمه اول قرن بیستم، که بسیار از شاخه های محترم فلسفه رو از خط خارج میکرد، بی‌معنا میکرد، مثل متافیزیک، مثل اخلاق، مثل زیبایی شناسی، چون اینا هیچ کدوم جملاتشون قابل تحقیق پذیری تجربی نیست و این اساس. اما از نیمه قرن بیستم به بعد نظریه تحقیق پذیری معنا با بحران مواجه شد و الان کم و بیش میتونیم بگیم اجماعی در میان فیلسوفان وجود داره که نظریه تحقیق پذیری معنا قابل دفاع نیست. از جمله شما یک پیشرفت میدونید، یعنی گامی به سمت حقیقت. نه اینکه فقط رأی من باشه، شما وقتی تاریخ فلسفه رو نگاه میکنید میبینید که شاخه مهمی به نام فلسفه دین که الان پویا، زایا و بالنده است، بعد از ضعیف شدن نظریه تحقیق پذیری معناست که رشد پیدا کرده، چون قبلش اصلا معنا نداشته سخن گفتن در مورد دین و متافیزیک و خدا. و این به نظر من یک نمونه به نظر من آشکاره از پیشرفت در فلسفه. ما همچنان نمیدونیم رابطه زبان با واقعیت چیه، اما میدونیم که رابطه زبان واقعیت چی نیست. و اونی که میدونیم چی نیست، یکیش این است که میدونیم که نظریه تحقیق پذیری معنا این رابطه رو درست معنا نمیکنه. بله. و این یک پیشرفت سلبیه. بله، متوجه هستم. آقای طبری، یه بیان دیگه اونچه که آقای میردامادی گفتن رو یک فیلسوف معاصر بسیار مشهور گفته، دیوید چالمرز، در مقاله‌ای که الان مقاله کلاسیکه در مورد پیشرفت در فلسفه. میگه که یک راه بیان این که در فلسفه پیشرفت کردیم اینه که ما میدونیم یه سری مفاهیم یا یه سری مفروضات به کلی دیگه کنار گذاشته شدن. اگر تا 100-200 سال پیش، اگر چه بدونم 2000 سال پیش اینها محل تردید بودن یا حتی بدیهی پنداشته میشدن، الان حداقل میدونیم اینها رو کنار گذاشتیم. و میگه خود این یک شیوه گفتن اینه که در فلسفه پیشرفت است. البته در نهایت دیوید چالمرز خیلی موافق آقای میردامادی نیست، با کلی تسامح راجع به این قضیه صحبت میکنه، کلی تبصره میچینه. ولی همین مثال رو بزنیم
مثالی که آقای یاسر میردامادی گفتن، آیا ما نمیتونیم بگیم در فلسفه پیشرفت هست به دلیل اینکه در دوران سقراط و افلاطون درسته که یه سری پرسش‌ها و مفاهیم اساسی تر میشد، اما یه چیزایی گفته میشد که امروز اگر فیلسوف‌ها بگن همه بهشون میخندن؟ این پیشرفت نیست؟ خب اینجا بازم باید روی مفهوم پیشرفت دقت بکنیم. اولا خب این که پیشرفت حل مسئله است، به نظر من خب خیلی باید روشن کرد که اولا منظور از حل چیه، منظور از مسئله چیه. اگه ما امروز هم مثلا در نهایت مسئله مون رو حل بکنیم، پس پیشرفت کردیم. نه، منظور ما از پیشرفت اینجا هم تو که گفتم در آغاز صحبت کردم، منظور من این بود پیشرفت به مفهوم اون تغییر و تحولیه، تغییر و تحولیه که اولا یک مسیر، یک جهت داره و این جهتش در حقیقت مرکز این جهتش هم چیه؟ انسانه. یعنی یک دید اومانیستی به مفهوم در حقیقت پیشرفته. مثلا خب در تکنیک، مثلا خب بمب اتمی هم درست شده، آیا بمب اتم مثلا پیشرفته؟ من میخوام برای همین، برای حل، برای پرسش دادن، برای پاسخ دادن به این پرسش، به نظر من لازمه دو مفهوم پیشرفت رو از همدیگه متمایز بکنیم. یکی مفهوم پیشرفت در خود و دوم پیشرفت برای خود یا برای ما. پیشرفت در خود منظور اینه که خب هر دیسیپلین یا هر شاخه علمی در خودش یک تغییر و تحولی داره و صیقل یافته تر میشه. یا مثلا در فلسفه هم خب مفاهیم تازه‌ای به وجود میاد، مفاهیم دقیق تر میشن، ولی به این مفهوم نیست که مفاهیم قدیمی غلط باشن یا مفاهیم جدید بهتر از مفاهیم قدیمی باشن. این رو کسی نمیتونه قضاوت بکنه. دلیلش هم میگم چرا. ولی حالا قبل از این بذارید به نوع دوم پیشرفت برسیم. پیشرفت برای خود. پیشرفت برای خود یعنی اینکه این عنصر پیشرفت چه خدمتی به انسان میکنه، به ما میکنه. حالا این ما میتونه همون علم هم باشه. مثلا ما فلسفه فیزیک داریم، فلسفه زیستشناسی، فلسفه پزشکی. معلومه که فلسفه فیزیک پیشرفت کرده نسبت به فلسفه فیزیک 100 سال پیش. چرا؟ اما این پیشرفت در فلسفه دقیقاً نبوده، بلکه در فیزیک بوده. یعنی فیزیک ما امروز، فیزیک کوانتومی الان جاشو داره میده به فیزیک نظر ریسمان‌ها، نظر ریسمان‌ها میده یا نظر یا بله روی اون بحث پیشرفت برای خود می‌مانیم. شما معتقد نیستید این پیشرفت در خود که در فیزیک می‌بینیم پیشرفتی برای ما هم بوده؟ بس من گفتم مثلا در نگاه بکنید در علم، ما علم تکنیک بمب اتمی هم درست شده. آیا این پیشرفت بمب اتمی برای بمب اتمی آیا برای ما بوده؟ نه، برای انهدام ما بوده، یعنی برای رفاه ما نبوده. بنابراین این در حقیقت ما باید به مفهوم هگلی در خود و برای خود، من اینجا توجه دارم که میگه این در خود و برای خود نهایتاً با هم دیگه وحدت پیدا میکنن، که در این وحدت میشه در خود و برای ما، یعنی یک وحدتی میشه که اون مفهوم پیشرفت، در مورد پیشرفت مثلا مقایسه بکنیم، به مشخص صحبت بکنیم، اگر مثلا به یک همچی برسی که علم در خود پیشرفت میکنه و برای ما هم این پیشرفت مفهومه، پس پیشرفتش. بسیار خوب. بذارید ببینم این تمایز رو میپذیرن آقای میردامادی. اصولا به نظر میرسه آقای طبری سعی میکنه ساختار شکنی کنه خود مفهوم پیشرفت رو. در اینکه در تکنولوژی ما پیشرفت داشتیم تردیدی نیست. بحث ما بیشتر در مورد مقایسه گویا علم و فلسفه بود. تکنولوژی در واقع تحقق علمه و در اون پیشرفت وجود داره، تردیدی نیست. آقای دکتر اشاره کردن به اینکه بله مثلا ما بمب اتم می‌سازیم، اما آیا این پیشرفته؟ خود همین که پیشرفت در تکنولوژی رو ما جلوش علامت سوال می‌ذاریم و میگیم آیا واقعا این پیشرفته یا نه، خود این یه پرسش اخلاقیه، یعنی پرسش فلسفی. و اون وقت تحولاتی که در فلسفه اخلاقی، در اخلاق شناسی ما در این 25 قرن اخیر رخ داده نشون میده که حساسیت های ما افزایش پیدا کرده. مثال بزنم، مثلا در مورد حقوق حیوانات، بله از یونان باستان رگه هایی از توجه به حقوق حیوانات بوده، اما حقوق حیوانات به عنوان یه شاخه مهم که مثلا فرض کنید نیمه دوم قرن 20 شکل گرفته و تونسته به حوزه عمومی بره
و حساسیت نسبت به حقوق حیوانات ایجاد کنه، این به نظر من یه پیشرفته و درست با همین نوع پیشرفت هاست که ما میتونیم مثلا پیشرفت در بمب اتم رو پیشرفت به معنی اخلاقی کلمه ندونیم. و این اساس اون به مفهوم پیشرفت در خود که حالا میشه اسمشو احیانا گذاشت نقد فلسفی یا نقد اخلاقی، دقیقاً در اونجا هم پیشرفت رخ میده. شما افزایش حساسیت های بشر در مورد کنش اخلاقی خودش رو نشانه پیشرفت میدونید و در این حال پیشرفت در فلسفه هم، ولی آیا واقعا این ناشی از پیشرفت در فلسفه است؟ افزایش حساسیت های بشر نسبت به کنش اخلاقیش میتونه ناشی از روندهای عینی و مادی باشه که بشر رو به اینجا رسونده. مثلا ممکنه یک کسی بیاد بگه که ناشی از در واقع مداقه بشر در یک محیط دموکراتیک در مورد اعمال جمعیه. کماکان پرسش های اساسی فلسفه نه محل اجماع و نه حتی باعث شده که نزدیکتر بشن به هم فیلسوفان. بذارید من یه مثالی براتون بزنم. در همین مقاله دیوید چالمرز که من صحبتش کردم، نتایج یک نظرسنجی اومده در سال 2009، حدود 9 یا 10 سال پیش، حدود 30 تا سوال مهم فلسفی به بیش از 90 دپارتمان فلسفه فرستاده میشه و مدرسان و پژوهشگران در اون دپارتمان ها به این سوال جواب میدن. حدود 1000 نفر پرسشنامه رو پر میکنن. حاصلش این میشه، دیوید چالمرز مفصل این رو تو مقالش میگه که ما اگر بتونیم و حق کپی رایت اجازه بده لینک اون مقاله رو روی فیسبوک برنامه پرگار میگذاریم، حاصلش اینه که در بیشتر این پرسش های فلسفی اینقدر اختلاف نظر هست که نمیتونید بگید اکثریت با این سوست یا با اون سو. چند سوال به اینجا رسیدن که ما بگیم اکثریت با کدوم طرفه. مثلا در مورد وجود جهان عینی خارج از ذهن ما، 82% از این فیلسوفان گفتن که اعتقاد دارن به چیزی. این ترتیب این پرسش تا حدی برش اجماع هست. در مورد آتئیسم یا خدا ناباوری، 73% گفتن که آتئیستن یا خدا ناباور از این فیلسوفان. هرچه به سمت پایین تر میریم اجماع از بین میره. مثلا در مورد اراده آزاد انسانی در یک چارچوبی که قید و بند قابل تعریفی است، 59% گفتن که معتقدن به اراده آزاد انسان. به سمت پایین که میرید دیگه به کلی اجماع از بین رفته و پرسش های بسیار مهم فلسفی، مثلا نسبیگرایی اخلاقی اعتقاد دارید یا نه، نصف گفتن اعتقاد دارن، نصف گفتن ندارن. این ترتیب به رغم اون حساسیت هایی که شما گفتید، پرسش های اساسی فلسفه محل اجماع نیست. که آیا حساسیت های اخلاقی، فرض کنید بردهداری در مقایسه با گذشته، امروزه وسیعا محکومه، آیا این حساسیت رو باید به حساب فلسفه گذاشت؟ برخی فیلسوفانی که مخالف پیشرفت فلسفه‌ان معتقدن اصلا فیلسوفان بردهداری از مد افتاده بود، بعد فیلسوفا خودشون رو رسوندن که بگن ما هم مخالفیم. اما به نظر میرسه که دوام حساسیت نسبت به موضوع بردهداری بدون تأمل فلسفی ممکن نیست. مثلا دموکراسی رو شما ببینید، شما فیلسوفان عصر روشنگری رو در همه گیر شدن دموکراسی میتونید حتی به لحاظ تاریخی نقششون رو منکر بشید، چون شما فرمودید که شاید این حساسیت تاریخی به دلیل مداقه در این محیط دموکراتیکه. البته که همینه، ولی آیا فیلسوفان در شکل دادن به اون محیط دموکراتیک به لحاظ تاریخی نقش مهمی ایفا نکردن در تلاش برای حقوق زنان؟ بله، اولین تلاشگران به حقوق زنان فیلسوف نبودن، اما فیلسوفان سعی کردن با استدلال ورزی به سود برابری زن و مرد اون رو تبدیل کنن به یه امر پذیرفته شده برای همه و اون رو تبدیل کنن به گفتمان عمومی. این در حقیقت در مفهوم پیشرفت برای ماست، پیشرفت در امور اجتماعی، در جامعه، در سیاست، فلسفه سیاسی. مثلا دموکراسی امروز با دموکراسی آتنی سر و تا پا فرق داره. معلومه پیشرفته، پیشرفت در ایده فلسفه سیاسی. یعنی من این مفهوم، یعنی منظورتون اینه که فلسفه در کمک به ما پیشرفت در کرده کمک میکنه، ولی در خودش پیشرفت در خودش یعنی اساس پرسش‌های فلسفی در حقیقت، مفاهیم فلسفی، اینها نمیشه اسمش رو پیشرفت گذاشت، چون همیشه در حال تغییره. حالا این تغییر و تحول بهتر یا پیشرفته‌تر از اون یکی باشه. مثلا نگاه کنید اخلاق
فضیلتی ارسطویی کیه که بیاد بگه اخلاق وظیفه‌ای کانتی به پیشرفته تر از اخلاق فضیلتی ارسطوه. اینها نمیشه مثلا چیز کرد، هر دوتاشون خوبه، یا اخلاق فایده باورانه پیشرفته تر از اونه. اینا مفاهیمی، یعنی اینها تا وقتی که فلسفه با مفاهیمی سر و کار داره که تویش حقیقت، اخلاق و اینها اصل در حقیقت حوزه کار فلسفه است، اینا تویش پیشرفت نمیتونیم بگیم. ولی وقتی که در ارتباط با علم یا اجتماع قرار میگیره، تأثیری که رو اینها میذاره روش پیش مسلما پیشرفت میده. ایده دموکراسی در قرن حاضر از طریق فیلسوفان معاصر، مثلا ایده روشنگری، بدون فیلسوفانی مثل کانت یا حتی بدون نیچه یا قبل این اصلا غیر ممکن بود. یعنی اینهاست که تأثیر بزرگی میذاره. همون ایده گفتم، ایده اومانیسم. من میگم اساس پیشرفت، که من میگم پیشرفت برای ما، مفهومش همون اومانیسمه. اگر در این مسیر تغییر و تحولات مثبتی صورت بگیره، در این مفهوم اومانیسم، در بافت اومانیسم، در رفاه مردم، این پیشرفت تأثیر میذاره فلسفه هم سهمی درش داره، ولی مسلمه فلسفه علم هم سهمی میذاره. ولی حوزه کار فلسفه از این جهت، مثلا هیچ فلسفه، من چند تا دلیل میارم در این مورد که فلسفه در خودش اصلا نمیتونه مثلا پیشرفت مطرح باشه. یکی در خودش پیشرفت میکنه، عذر میخوام، در خودش پیشرفت میکنه. یعنی مثلا چی؟ چرا مثلا ببینید، ما خب ما یه مثال براتون میزنم. کپلر، یه فیزیکدان معروفه، میشناسیم همه کپلر. این کپلر اومد سیستم منظومه شمسی رو از طریق هندسی، با تصور هندسی خودش ثابت کرد که خورشید در مرکز، همه سیارات میچرخن. کتاب قطوریه، به طور هندسی همه رو ثابت کرد. این کتاب کپلر رو امروز هیچ فیزیکدانی نمیتونه بفهمه، غیر ممکنه فهم این کتاب. یعنی یک تصور هندسی فوق العاده بالایی میخواد. ولی فیزیکدان امروزی میاد با ابزار ریاضی که داره، مثلا اینتگرال و مشتق، به راحتی به همون نتایج میرسه. این منظوری که در متد و ابزار میبینیم که به واسطه ماتماتیک باعث میشه که در پیشرفت شده، پیشرفت در این پیشرفت دیده میشه. حالا ما همین جالب، همین حالا در دوران دیجیتال هم ما همچین چیزهایی، همچین تحولاتی رو میبینیم که حالا یک بحث جدایی خودش خودش. یعنی ببخشید میان کردم شما، آیا پیشرفت در خود رو میتونیم در مطابق تقسیم بندی شما به معنی کشف حقیقت، حق حقیقت بگیریم، و پیشرفت برای ما رو به معنی ابزار بگیریم؟ انگاری ما در ابزار پیشرفت میکنیم در فلسفه. نه، حقیقت اینجا مثلا من گفتم مثلا اومانیسمه. الان فلسفه از زمان روشنگری حداقل تا به امروز مسئله مرکزی فلسفه حقیقت نیست، بلکه مسئله انسانه. ما برای انسان، برای زندگی انسان، حقیقت برای انسان، در حقیقت برای انسانه. یعنی اینکه ما بیان حالا کشف حقیقت برای انسان، اینکه حقیقت زندگی مثلا اثبات وجود خدا، معنی زندگی، اینا در حقیقت توی حوزه کار فلسفی دیگه نیست. یعنی به طور جدی نگاه دارید، یعنی هستن، خب بعضیا مشغول میکنن، ولی اینا نمیتونیم باش واقعا بگیم که فلسفه روشنگری. یعنی اگر بر اساس نظریه صدق یا تطابق که آقای میردامادی ازش نتیجه میگیرن که کشف، یا بیان دقیق‌تر نزدیک شدن به حقیقت، هدف فلسفه است، اگر این هدف فلسفه نیست، به نظر شما هدف فلسفه چیه؟ ببینید، هدف فلسفه اگه ما بگیم نزدیک شدن به حقیقت، پس حقیقت رو باید بشناسیم، این چیزی که باید بهش نزدیک بشیم، در حالی که حقیقت چیه؟ حقیقت کجاست؟ نه؟ دین برخلاف حقیقت میگه حقیقت رو ما شناختیم، حقیقت همون خداست. این فرق اساسی بین دین و فلسفه است. فلسفه باز میذاره تمرین فکر، تمرین دید انتقادی، تمرین این که انسان نسبت به امور عادی زندگی حتی بتونه یک حدر لحظه این توانایی رو داشته باشه، توانایی رو داشته باشه که بتونه فاصله بگیره، به عنوان یک ناظر به طور انتقادی باش برخورد بکنه. آقای میردامادی، فلسفه است. به نظرم اگر هدف فلسفه رو از حقیقت جویی جدا کنیم و مثلا اون رو نزدیک کنیم به هنر، که حتی به نظر من هنر هم از حقیقت جویی به مفهوم عام کلمه حتی جدا نیست، به نظرم حق فلسفه رو ادا نکردیم. ببینید، ما ممکن است هیچگاه به حقیقت نرسیم، شاید هم برسیم. این یعنی به نظرم اینجا باید دیدگاه ندانم انگار اتخاذ کرد، و این دیدگاه ندانم انگار ما رو بهتر از دیدگاه‌های دیگه که ما
پیشتر به حقیقت رسیدیم یا اصولا حقیقتی نیست، از این دو دیدگاه بیشتر در مسیر حقیقت جویی قرار میگه. اگر این دیدگاه رو اتخاذ کنیم، یا به تعبیر ادبی کار ما در فلسفه دویدن در پی آواز حقیقت در پاسخ به مسائل بنیادیه، اونگاه به نظرم میتونیم از پیشرفت سخن بگیم. آقای دکتر به درستی اشاره کردن که خب اصلا تقرب به حقیقت اگر ازش سخن میگیم، ما باید بدونیم حقیقت چیه. رسیدن به حقیقت هیچ علامتی نداره، اما در مسیر دست کم به صورت سلبی گاهی ما در میابیم که راه غلط رفتیم، از راه اینکه پادنمونه ها یا مثال های نقضی فراهم میاد، مثل همین نظریه تحقیق پذیری معنا که اشاره کردم. یکی از مهمترین نقض‌هایی که بهش شده بود این بود که اگر جمله در صورتی معنا داره که قابل تحقیق تجربی باشه، خود این معیار نظریه معنا بی‌معنا میشه، چون خودش قابل تحقیق تجربی نیست. ببینید به این شیوه ها، یعنی گویی آواز حقیقت میاد، به این سمت میریم و احساس می‌کنیم بهش رسیدیم، بعد می‌بینیم نرسیدیم. به این معنا دست کم به مفهوم سلبی کلمه پیشرفت در مسیر حقیقت جویی حاصل میشه. من البته همچنان مطمئن نیستم که تمایزی که آقای دکتر طبری میان پیشرفت برای خود و پیشرفت برای ما مینهن رو متوجه میشم، اما اگر خروجی این تمایز این است که علم در کار کشف حقیقت است، فلسفه فقط میخواد زندگی ما رو بهتر کنه و در کار کشف حقیقت نیست، به نظرم ما حق تاریخ فلسفه رو با این نظریه ادا نکنیم. هر دو به دنبال کشف حقیقتن، الگوی کلیشون هم مشابهه، یعنی هر دو از مسئله شروع میکنن، بعد نظریه های حدسی برای حل اون مسئله میپرورنن و بعد یا در واقع پادنمونه ها یا مثال های نقضی میاد و اون نظریه کنار گذاشته میشه، یا نه از کوره آزمون سربلند بیرون میان و اصطلاحا کورابریت یا تقویت میشن، ولی هیچگاه به قطعیت نمیرسن. یه تفاوت بزرگ آقای میردامادی همین کوره آزمون در علم و در فلسفه است دیگه. کوره آزمون در علم چنان دقیق میتونه یه چیزهایی رو به ما بشناسونه که با قطعیت اون وقت میتونیم بگیم این فرضیه کنار گذاشته میشه. یعنی آزمون و خطا در علم به دلیل وجود ابزارها باعث میشه که ما دیتا، داده های قطعی داشته باشیم. در فلسفه داده های قطعی نداریم. البته اگر از فیلسوفان مثل فایروبنت و تامس کون و اینا بپرسید چنین تصوری از علم ندارم، ولی من باز با شما موافقم که بله در علم از این کوره آزمون با قطعیت نه، ولی با عینیت بیشتری، یعنی اون عینیت بیشتر هم به سطح قطعیت و خطا ناپذیری نمیرسه، با عینیت بیشتری سربلند بیرون میاد نظریه های علمی. اما این به این معنی نیست که الگوی علم و فلسفه شبیه هم نیست، چه برسه به این که به این معنی باشه که فلسفه اصلا به دنبال حقیقت نیست. نه، الگوشون مشابهه، اما این تمایز به خاطر اینه که سرشت موضوعاتی که علم دنبالشه از عینیت بیشتری برخوردارن تا سرشت موضوعاتی که فلسفه دنبالشه. نه حتی به این معنی که موضوعات فلسفی از عینیت سراسر برخوردار نیستن و ذهنیان، نه اونا هم از عینیت برخوردارن، ولی چون عینیت کمتری دارن اون وقت پیشرفت در فلسفه خیلی کنتر رو خب این دیده به قول معروف ناتورالیستی یا طبیعت گرایانه است که بین مفاهیم تجربی و انتزایی فرقی گذاشته نمیشه. از این دیدگاه، این دیدگاه هم وجود داره که بر اساس این دیدگاه درجه انتزاع فرق میکنه، یعنی درجه انتزاع فلسفه خیلی بالاتره، درجه انتزاع علم خیلی پایینتره و بر اساس این دیدگاه آدم میتونه برسه مثلا به پیشرفت در فلسفه، مثل همون علم در فلسفه هم پیشرفته. این دیدگاه طبیعت گرایانه است. ولی پرسشی که اینجا مطرح میشه، میگم دقیقاً اینجا پرسش‌های زیادی مطرح میشه، اگر از این دیدگاه ناتورالیستی بریم جلو، پاسخ به این پرسش اینه خب ما میتونیم بگیم همونطور مثال گفتم اخلاق مثلا کانتی پیشرفته تر از اخلاق ارسطوییه، اخلاق یوتیلیتاریستی مثلا فایدگران پیشرفته تره، فکر نمی کنم هیچ وقت. بعد یک مسئله دیگه، یه مسئله هست آقای طبری، روی اون پرسش های فلسفی انگشت میگذارید یا در اون حوزه های جولان میدید که الان به کلی فارغ از قطعیت و کمترین اجماع در موردشون هست، اما یه کسی که به فلسفه جور دیگه ای نگاه میکنه ممکنه بگه که خب
اونجا اجماع نیست، ولی خیلی جاهای دیگه اجماع بیشتر شده و دلیلش هم اینه که در یه زمینه‌های پیشرفت حاصل شده و حتی این پیشرفت‌ها باعث شده که یه حوزه‌های دانش درست بشه که قبلا فلسفه پنداشته میشد ولی الان دیگه اسم فلسفه روش نیست. بذارید مثال روانشناسی رو بزنم. یا مثال زبانشناسی، قبلا در فلسفه راجع به مباحث مربوط زبان صحبت میشد، الان زبانشناسی بخش مهمی از اون پرسش‌ها رو از آن خودش کرده و در زبانشناسی پیشرفت حاصل شده، برای اینکه از طریق آزمایش، تجربه، آزمون خطا، خیلی از پرسش‌هایی که قبلا پاسخش نامعلوم بود الان دیگه روشن شده. همین روانشناسی و زبانشناسی و نمیدونم حوزه علم ادراک، کاگنیتیو ساینس، اینها نشون نمیده که اولا فلسفه داره کوچیک میشه، مثل جزایری ازش اینها جدا میشن، دوم اینکه در این جزایری که از فلسفه جدا شده پیشرفت زیادی حاصل شده، پیشرفتی که دیگه غیر قابل انکاره. اینا به ما چی میگه؟ برعکس، این گستردگی فلسفه رو نشون میده. فلسفه خودش رو در علم گسترده کرده، باز کرده. یعنی خب با پیشرفت علم، مثلا در فیزیک، من یادمه اون در مثلا 20 سال پیش اصلا کسی صحبت از فلسفه فیزیک نمی کرد، ولی با اومدن صحبت مسئله کوانتوم مکانیک دیدن که اوه چه مشکلات فلسفی بزرگی توش هست. در اطفا یعنی اینا وارد فلسفه، در حقیقت کوزش گسترده تر شد. چرا فرق بین فلسفه؟ چون متد فلسفی اینجا فرق میکنه. مثلا خب بور خودش اصلا یک فیلسوف، تا حد زیادی اصالت فلسفی داره، نیلز بور اصالت فلسفی میکنه که اصلا از ربطی به علم تجربی نداره. یعنی یا مثلا اصل عدم قطعیت کوانتومی یک اصلی چیز دیدگاه فلسفیه، یعنی روش نمیتونه به طور قطعی نظر بدیم. حالا نظریه ریسمان ها هم دیدگاه های فلسفی داره، یعنی برعکس نظر شما میتونیم اینجوری بگیم، یعنی اینجوری هست که متد فلسفی تا حد زیادی وارد بخشی از متد علمی شده. چرا؟ چون که بخش متافیزیکی علم روز به روز داره روشن میشه. و این نکته مهمی آقای میردامادی، در الفاظی که در دانشگاه هم استفاده میشه این تنش هست. مثلا شما میبینید دپارتمان پولیتیکال ساینس، علم سیاست هست، ولی وقتی وارد این دپارتمان ها میشی میبینی که در عمل پرسش های فلسفیه که در این پولیتیکال ساینس دپارتمان های علوم سیاست به بحث گذاشته میشه. در واقع پولیتیکال تیوری هست و بعد پولیتیکال تیوری، تئوری سیاست، همون پولیتیکال فلسفیه. معنیش این است که به گفته همجوری که آقای طبری میگه، جدا شدن این حوزه های دانش از فلسفه به معنی کوچک شدن فلسفه نیست، بلکه معنی این است که اونها کوله بار فلسفه رو بر میدارن، میرن توی یه حوزه ای چادر رو میزنن و شروع میکنن به کار. یکی از نه تنها نشانه های پیشرفت فلسفه، بلکه نشانه های اینه که پیشرفت فلسفه بسا بیش از علم کلت، ادعای خیلی بلند پروازانه است به نظرم میشه از عهدش برآمد، همینه که تمام علوم از دل فلسفه در اومدن و یکی از آخریناش روانشناسیه که تا اوایل قرن 20 هنوز جزء فلسفه، در واقع هر کس در هر رشته دکتری میگیره عنوانش پیشه که یعنی دکتری فلسفه. این خودش نشون میده مثل یه پدر بزرگ که حالا بچه‌هاش مستقل شدن و البته میدونی که مستقل نشدن. یعنی اگر ما علوم رو به هارد ساینس و سافت ساینس، علوم سخت و علوم نرم تقسیم کنیم، مثلا علوم سخت رو علوم طبیعی به ویژه فیزیک و شیمی و زیست شناسی و زمین شناسی بدونیم و علوم نرم رو هم علوم انسانی اجتماعی بدونیم، جامعه شناسی، روان شناسی، میدونیم علوم انسانی که اصلا کاملا هنوز وابسته به فلسفه است و پیشرفتایی که در اونا صورت میگیره اصلا قابل تمایز نیست 100% از پیشرفت در فلسفه. اما حالا برسیم به علوم سخت یا علوم طبیعی تجربی، پرسش های بنیادی اونا هم فلسفیه مثل فیزیک و به این اساس اتفاقا پیشرفت فلسفه بود که اون رو به پختگی رسود که از دل اون شاخه ها مستقل شدن. بله، پرسش های اساسی اونها فلسفیه اونجوری که در فیزیک گفتید، ولی اگر حرف استیون هاکینگ، دانشمندی که به تازگی فوت کرد رو بپذیریم، در علم همون پرسش ها رو به این نتیجه میرسن که باید به شکل دیگه تر کنن و با متدهای دیگه بهش برسن. به همین دلیلی که هاکینگ میگه فلسفه مرده. اون پدر بزرگی که شما گفتید، اگر همون مثال رو بچسبیم، بله، فرزندانش راهی شدن و از نظر هاکینگ این پدر بزرگ در حال احتضاره. به نظر من این پدر بزرگ در حال احتضار نیست، چون
اولا تمام اونها موقعی که مسائلشون انقدر گیر و گرفت پیدا میکنه که به بنیان میرن، دوباره باید خدمت پدربزرگ برسن، توصیه بگیرن. و مضافاً فلسفه کاربردی مثل همین بمب اتمی که آقای دکتر به درستی اشاره کردن که مدام برای ما مسئله های اخلاقی میاره، یا حقوق حیوانات یا شبیه سازی، اینا اون چیزایی است که بعد این بچه ها میرن و شلوغ کاری میکنن و بعد وقتی سرشون به سنگ خورد، پدربزرگ زاد و ولد فکری باشه همچنان، دقیقاً وقتی سرشون به سنگ خورد بیان پیش پدربزرگ بگن بیا پدربزرگ ما کجا خطا رفتیم. یکی از تفاوت های مهمی که مسئله پیشرفت رو در فلسفه مطرح نمیکنه مسئله رابطه با گذشته است. ما میدونیم که کسی مثلا فیزیک میخونه حتما نباید بره کتاب نیوتن رو بخونه، اون داده های فکری نیوتن جزء مدرسه درسیشه، ولی کسی که فلسفه میخونه باید ارسطو افلاطون رو بخونه. یعنی پیوند با گذشته یه شکل دیگه ایه. دلیلش چیه؟ دلیلش دقیقا همینه که پیشرفت در این مورد اصلا معنی نداره، معنی مفهومی نداره. آرا منسوخ نیستن کماکان، نه تنها مربوط بلکه نه تنها که نیستن بسیار... بلکه مثلا میگم فلسفه اخلاق فضیلتی ارسطو کاملا یه چیز بسیار تازه است، امروز هم بسیار استفاده میشه ازش و باید هم بکنیم. این مسئله جالبه آقای میردامادی، تاریخ فلسفه یعنی فلسفه، شما وقتی کتاب مثلا برتراند راسل رو میخونید داری فلسفه میخونید، در این که اسمش هست تاریخ فلسفه. این به ما چی میگه؟ در مورد علم چنین چیزی نیست. شما میتونید تاریخ فیزیک رو بخونید ولی از پس یه امتحان فیزیک امروزی بر نیایید. این نکته که آقای دکتر گفتن و شما هم تکرار کردین، این اشکال جدی است به معتقدان به پیشرفت فلسفه که با دو تا بیان آقای دکتر گفتم شما هم تکرار کردین. بیان اولش این بود که فرمودن که خب اگر این به تعبیر شما نگاه ناتورالیستی یعنی رأی پیشرفت فلسفه رو قبول کنیم، چرا نظریه‌های مثلا فرض کنید نظریه فضیلت ارسطو یا نظریه وظیفه گرایانه کانت، چرا یک کدوم از اینا نمیتونه اون یکی دیگر از دور خارج کنه و به تاریخ بپیوندونه؟ چرا مثلا یک دانشجو فیزیک لازم نیست فیزیک بخونه، تاریخ فیزیک رو بخونه، فقط آخرین نظریه فیزیک رو باید باش کلنجار بره؟ جواب این است که این نه به خاطر این است که در فلسفه پیشرفت صورت نمیگیره، فلسفه ناظر به حقیقت نیست. در همون مثال مکتبای فلسفی که شما فرمودید، مکتبای اخلاقی بله. در همون نظریه فضیلت ارسطویی که برای قرنها فراموش شده بود و بعد مثلا 70 80 سال بازسازی شده، در خود اون مکتب پیشرفت صورت گرفته، یعنی نسخه های معاصری که از نظریه فضیلت داده شده بسا پیشرفته تره تا نسخه خود ارسطو. چرا؟ چون اون ناظر به انتقادهایی که بهش شده و همینطور نظریه ورژن ها و نسخه هایی که از نظریه وظیفه گرایانه کانت داده میشه بسا پیشرفته تر از نظریه خود کانته. ولی شما ممکنه بگید چرا اونقدر پیشرفته نیست که یه نظریه رو به کل خارج کنه؟ این برای این است که از عینیت کمتری برخورداره فلسفه. چرا از عینیت کمتری برخورداره؟ برای اینکه به پرسش هایی میپردازه که با دغدغه های بنیادی و وجودی ما سر کار داره. یعنی ما دیتچ نیستیم، ما جدا نیستیم از اون پرسش ها، در حالی که در علم کمتر این گونه است. بله، بذارید منظور اینجا قسمت از صحبت های آقای میردامادی بپردازم چون مهمه، بعد شما میتونید نکتتون رو بگید. دیوید چالمرز در همون مقاله که گفتم همین رو اتفاقا میگه، میگه که بیان ها هم دقیق تر شدند و هم عام فهم تر شدند. میگه که جرمی بنثام در مورد فایده گرایی نوشت و میشه گفت به یک معنا پدر این فلسفه اخلاقه، ولی جان استوارت میل مدت ها بعد از اون، چند دهه بعد از اون نوشت و بیانش هم واضح تر بود، دقیق تر بود و عام فهم تر. به این معنا اون مکتب اخلاقی فلسفی پیشرفت کرد، برای اینکه اون چه که جان استوارت میل میگفت در دقت در وضوح کاملا جلوتر بود. بله، این تصور پیشرفت وجود داره، ولی این تصور یه پارادایمیه. این که مثلا مثال خیلی نمیشه یک سنجه گفت برای پیشرفت، دقت تدقیق در مفاهیم وضوح رو نمیشه. چرا؟ بله. تدقیق مفاهیم میگم مثلا نوع فلسفه کانتی اون درسی که نوع کانتی اومد همه گفتن پیشرفته، پیشرفت از فلسفه کانتیه. کانتی رو
حتی تا این نزدیک اصلا کانتی رو تا حدی هم رد خیلی ها به این نظر رسیدن که رد شده. ولی امروز مثلا نگاه بکنیم اصلا کی میتونه بگه که نوعی کانتی پیشرفته تر از اونه؟ اصلا مسخره است، هیچ کس صحبتی نمی کنه. همینطور در مورد جرمی بنتام و استوارت میل، این که با بیان دیگری مطرح بکنیم، البته خب یک این پنداشت کنونی ماست، یعنی فکر میکنیم یعنی برق ممکنه برگرد، پارادایمیه، پارادایمه که در شک شرایطی بستگی به خب شرایط اجتماعی فکری جامعه داره که مثلا خب میگیم که این پیشرفته تر، یعنی تصور چنین پیشرفتی وجود داره. ولی به طور تاریخی نگاه بکنیم و حتی در همون مقطع هم نگاه بکنیم، هیچ کس نمیتونه بیاد بگه که مثلا این پیشرفته تر از اونه. اگر رأی تامسکون و اون قیاس ناپذیری رو بپذیریم، یه اشکال خیلی مهم پیش میاد و اشکال خیلی مهم اینه که اون وقت شما پیشرفت در علم رو هم نمیتونید بگید، در حالی که گویا پس پشت رأی شما اینه که ما در علم پیشرفت داریم ولی در فلسفه نداریم. شما نمیتونید اینو بگید، باید بگید در مورد کسانی که در پارادایم علمیان علم پیشرفت داره ولی کسایی که پارادایم فلسفه یه چیز دیگه است. این اشکال اول، یعنی شما گویی اینجا که میرسه پیشرفت رو پارادایمی میکنید، اما موقعی که اصل رأیتون رو میگید نه، پارادایمی نیست، علم پیشرفت رو میکنید، فلسفه پیشرفت رو. اشکال دوم این است که اگر رأی قیاس ناپذیری تامسکون رو بپذیریم، ما در واقع با یک اشکال دلالت شناختی مواجه میشید، با اینکه اصلا دو طرف حرف هم دیگر رو نمیفهمند. در حالی که وقتی شما به تاریخ فلسفه مراجعه میکنید، میبینید فیزیک پیشا نیوتونی و تحولش به فیزیک نیوتونی، اینا حرف هم دیگر رو میفهمیدن، در نتیجه مثال نقض برای اون فیزیک بود و در نتیجه در اثر اون یا خودشو بازسازی بله. کرد یا فرو پاشید بله. در حالی که در رأی شما این دو طرف هم دیگر نمیفهم، اون میگه بله. کافره تو، اون میگه اومله و هیچ دیالوگی بینشون برقرار نمیشه. بله ببینید، برای همین من این تمایز رو بین در خود و برای خود گذاشتم که در حقیقت برای خود هم برای علم و برای ماست. به این مفهومه که ببینید، خب در علم هم این پارادایم های مختلف وجود داره وابسته به فرهنگ جامعه اینا، ولی با اصل این پیشرفت برای ما رو گفتم اصلش انسانه، اومانیسمه. یعنی ما اگه در این جهت فلسفه هم بتونه خدمتی بکنه، این فلسفه هم در ارتباط با جامعه برای ما پیشرفت کرده. حالا به معنی چه پارادایمی باشه هیچ فرقی نمیکنه، ولی به درونی خودش مثلا هیچ فیلسوفی نیست که بیاد بگه من فلسفه من بهتر از فلسفه اون یکیه. تجسم آقای طبری، ما با یه انشقاق اساسی در فلسفه روبرو هستیم که نمیشه در این برنامه بهش اشاره‌ای نکرد، چون مربوط به پرسش ما، اونم فلسفه تحلیلی قاره‌ایه. ممکنه شمار زیادی از فیلسوفان تحلیلی در جواب سوال برنامه که آیا پیشرفتی در فلسفه هست یا نه، بگن که در فلسفه قاره‌ای پیشرفتی نیست، برای اینکه مدام اینا بدون چارچوب راجع به همون پرسش‌ها دارن حرف میزنن. ولی در فلسفه تحلیلی ما که سعی میکنه به ریاضیات نزدیک بشه، پیشرفت هست، برای اینکه ما در فلسفه تحلیلی سنجه‌هایی داریم که بر اساسش بگیم که این دیگه به کلی کنار نهاده شده، به اینجا رسیدیم، از اینجا می‌خوایم به اینجا برسیم. این انشقاق فلسفه تحلیلی با قاره‌ای به ما چی میگه؟ آیا اصلا به وجود اومدن فلسفه تحلیل ناشی از این نبود که پرسش‌های اساسی کماکان بدون اجماع، بدون پاسخ مونده بود، متدای فلسفی بی در و پیکر بود و یه عده از اواخر قرن 19 به این سو اومدن و یه شکل دیگه ای از فلسفه رو بنیان گذاشتن، متدهای دیگه داره و در اون به دلیل همین دقت بیشتری که هست و انضباط متدولوژیک میشه گفت پیشرفت هست؟ در ارتباط با من ببینید، ویتگنشتاین، من یه جمله از ویتگنشتاین بگم که خب از فلسفه تحلیلیه، فیلسوفان تحلیلیه، بله، میگه که این گونه نیست ولی این گونه باید باشه. تو این جمله یک پارادوکس رو میخواد مطرح بکنه که حتی توی فلسفه تحلیلی هم وجود داره. یعنی چی؟ ما آزاد نیستیم ولی باید آزاد باشیم. ما آزاد، چرا اگه آزاد نباشیم مسئله اخلاق چجوری، مسئله گناه اینجا چجوری مطرح بکنیم؟ خدا وجود نداره، ممکنه علم و دانش من خدا وجود نداره ولی خدا باید وجود داشته باشه، اگه وجود نداشته باشه زندگی معنی و مفهومی نداره.
اخلاق حقیقت نداره، ولی اخلاق باید حقیقت داشته باشه، چون اگه نداشته باشه اصلا معنی و مفهومی نمیتونه داشته باشه. یعنی اینه، ببینید حتی میخوام بگم سیستم تحلیلی هم تویش یک قطب به اصطلاح یک قطعه متافیزیک هست، که نمیشه مثلا برای همین مسئله اگر تمامشو از طریق ریاضیات بشه مثلا به فلسفه رسید، همه چیز ریاضیات اون فلسفه نمیشه. یعنی ما اینجا هیچ فلسفه‌ای نداریم که صرفاً از طریق ریاضی شما در واقع نقد فلسفه تحلیلی. بله، منظورم اینه که نمیخوام بگم ولی... پیشرفت کدوم پیشرفت داریم، مثلا همین هگل رو در نظر بگیرید، فلسفه قاره‌ای، خب پیشتاز فلسفه قاره‌ایه. بله. هگل مثلا خب تا همین تا 30 سال پیش اصلا اونقدر بهش توهین می‌شد که حتی پوپر بله. اصلا میگفت شارلاتان فلان ایناست که مثلا صحبت از روح مطلق می‌کنه، ولی ببینید تا 30 سال اخیر چه ایده های جالبی ازش بیرون اومده. چارلز طریق چارلز تایلر یا اکسل هونت فلسفه آنارکنوم مثلا فنومولوژی روح روگل تازه داره شناخته میشه، یعنی پیچیده‌تر از این اثر دیگه وجود نداره. ببینید منظورم اینه که اینجا نگاه میکنید این که تحلیلی پیشرفته تر قاره‌ای پیشرفته تر اینا اصلا مطرح نیست، اصلا نمیشه مد. حتی تو همون فلسفه قاره‌ای که مثلا بهش میگن که مثلا از این تفاوت الان به نظر من تا الان 40-50 سال دیگه اصلا مطرح نیست، مثلا 10-20 سال اصلا مطرح نیست دیگه، دقیقا به خاطر این پیشرفت هایی که در هر دو فلسفه شده، هر دو مسیر شده. آقای میردامادی، شما معتقدید این تفاوت فلسفه قاره‌ای و فلسفه تحلیلی ربطی به این موضوع داره، به موضوع برنامه ما؟ بله، به این معنا که همطور که الان آقای دکتر طبری گفتن، با پیشرفت هایی که در هر دو شاخه صورت گرفته، الان فاصله بین فلسفه تحلیلی و قاره‌ای کم شده. مثلا اگه بخوام یه نمونه بگم، یه فیلسوف جوانی فرانسوی که در سنت قاره‌ای می نویسه به نام کوانتون مواسه، و وقتی میخونه اصلا متوجه میشه این قاره‌ای با اون تلقی کلاسیک از تحلیلی و قاره‌ای متوجه میشه که این تحلیلی یا قاره‌ای، در واقع هر دوه. و البته این رو هم بگم که اینکه هایدگر و هگل و اینها مطرح میشن حاصل رویکرد تحلیلی به مسائل اونهاست و بازسازی اوناست، مثل چارلز تیلر و دیگران که گفتید. به این اساس ادعای من این نیست که اگر ما پیشرفت میکنیم فقط در سنت، حالا اگر این تمایز دیگه وجود داشته، چون با مثال یک زنده داره کم میشه، اما به فرض اگر در اون مدل کلاسیکش در نظر بگیریم، فقط در سنت تحلیلی پیشرفت وجود داره و در قاره‌ای وجود نداره. نه، اینطوری نیست. مثلا اگه مثلا بخوام الهیات فلسفی سورن کیرکگارد رو مثال بزنم، که امروزه تلقی ما رو از رابطه خدا و انسان عمیقا عوض کرده، خب از سنتی میاد که الان بهش میگفتیم قاره‌ای. ولی هیچ فیلسوفی در هر سنتی اگر در مورد خدا، اصلا مفهوم خدا و رابطه خدا و انسان بخواد سخن بگه، نمیتونه کیرکگارد رو در نظر نگیره. و این یه تحول مهمه. یعنی سنت پروتستان رو میشه به قبل کیرکگارد و بعد کیرکگارد تقسیم کرد، و فلسفه دین هر موقع بخواد به خدا و انسان بپردازه باید کیرکگارد رو جدی بگیره. این یه تاییدی بر حرفای آقای طبری نیست که این فیلسوف‌ها ممکنه فراموش بشن بعد از 100-200 سال دوباره رو بیان؟ کیرکگارد ممکنه در شما برید تاریخ فلسفه رو بخونید، ببینید جایی در نیمه اول قرن 20 نداشته، ولی در قرن 21 الان دوباره جاشو پیدا کرده. این ترتیب یک چرخش مداوم نامها، پرسشها و پاسخهاست فلسفه. این احتمال وجود داره، اما اولا در تاریخ خیلی هم اتفاق افتاده، ثانیاً این که ما بازگشت میکنیم لزوماً به این معنی است که داریم درجا میزنیم و دور خودمون میچرخیم. خیلی ممنونم. به آخر بحث پرگاری نفته میرسیم. تشکر که پای این بحث نشستید و تشکر از مهمانهای برنامه، اسفندیار طبری و یاسر میردامادی. این برنامه را روی وبسایت ما به آدرسی که روی صفحه ظاهر شده میتونید ببینید. اگر نظری دارید یا علاقه دارید در برنامه شرکت کنید، حتما از طریق همین آدرس برای ما ایمیل کنید. ضمناً تمام برنامه‌های ما روی صفحه‌مون در فیسبوک و در صفحه پرگار، البته در وبسایت بخش فارسی بی بی سی آرشیو شده. شب و روز بر همه شما خوش.